اون کسیه که به قول انگلیسی ها میشه بهش گفت کینگ میکر یا شاهساز. در عین حال یه پارادوکس بزرگ هم با خودش داره که از یه طرف به دنبال مدرنیته میگرده و از طرف دیگه پیگیر ستایش از یک نوع حرکت از بالاست. میشه اونو به عنوان یکی از بادانشترین یاران ابتدایی رضا شاه دونست که تأثیر بسزایی در به قدرت رسیدن رضا لار داره. اون در حزب خودش یعنی حزب ترقی متوجه شده که دیگه با مسیر 20 سال گذشته مشروطه خواهی نمیشه پیش رفت و باید دور قدرت رضا شاه حلقه زد و از راه قدرت رضا شاه ایران نوعی ساخت. چی بهتر از این که شما ژو پادکست رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردین؟ سلام، من محسنم و اینجا کانال خودتون ژو پادکسته. عبدالحسین تیمورتاش در سال 1260 هجری شمسی توی خانواده اشرافی و زمیندار در منطقه نردین خراسان به دنیا میاد. خانواده‌ای که ریشه‌شون از ترکان تاتاره. پدرش حاکم سبزواره و اونو توی 13 سالگی میفرسته به اشقابات برای درس خوندن. زبون روسی رو که یاد میگیره میره به سن پترزبورگ روسیه و در بلندپایه‌ترین مدرسه نظامی اونجا یعنی مدرسه نیکولایفسکی مشغول به تحصیل میشه. اون علاوه بر روسی، فرانسوی و انگلیسی رو هم خوب بلده و شیفته زبان و فرهنگ فارسیه. وقتی که در سال 1286 به ایران برمیگرده با سرورالسلطنه خواهرزاده عزادالملک ازدواج میکنه و توی اداره امور خارجه به عنوان مترجم زبان روسی استخدام میشه. این ازدواج اونقدر سطح بالاست که شاه قاجار به داماد جدیدشون لقب سردار معظم خراسانی رو میده. اولین ترجمه آثار نویسنده های روسی مثل لرمانتوف و تورگنیف هم کار خودشه. محمد علی شاه قاجار که تازه تاجگذاری کرده تیمورتاش جوان رو به همراه یه هیئت به اروپا میفرسته تا پادشاهی اونو به غربی ها اعلام کنن. علارغم این که پدر تیمورتاش بدجوری سلطنت طلبه و از طریق دربار قاجار پست و سمت هایی توی خراسان شمالی داره، خودش اما عضو فعالی از جامعه مشروطه خواهان خراسانه و زمانی که محمد علی شاه توی تیر ماه 1287 میره برای به توپ بستن مجلس شورای ملی، تیمورتاش که توی مدرسه نظامی روسیه آموزش دیده مشغول آموزش شبه نظامی های داوطلب مشروطه خواهه. اجازه بدین یه توضیح کوتاهی برای اونایی که این دوره رو کمتر میشناسن بدم تا قضیه روشن‌تر بشه. سال 1285 مشروطه خواهان مظفرالدین شاه رو بعد از کلی کشمکش مجبور میکنن تا فرمان مشروطیت رو امضا کنه. بعدش مظفرالدین شاه توی دیماه از دنیا میره و پسرش محمد علی شاه به تخت میشینه. پسر اصلا مدل پدرش نیست. تمام قدرت رو برای خودش میخواد. مجلس و مدرنیته و دولت قدرتمند و سلطان ضعیف شده هم تو کتش نمیره. اینه که بعد از ادای سوگند برای پایبند بودن به فرمان مشروطه تصمیم میگیره با زور قدرت رو از مجلسی های مشروطه خواه پس بگیره. اینجای کار تیمورتاش با نیروهاش به سختی از مجلس در برابر لیاخوف دفاع میکنه، اما به هر حال این مقاومت با به توپ بسته شدن مجلس توسط لیاخوف در هم میشکنه. مجلس منحل و دوران استبداد صغیر شروع میشه. یک سال بعد که مشروطه خواهان تهران رو فتح میکنن و محمد علی شاه به سفارت روسیه توی تهران پناه میبره، شرایط برای انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی فراهم میشه. این تایم وسط انحلال مجلس اول تا شکلگیری دوره دوم، تیمورتاش به ملک و املاک پدریش برمیگرده. از دنیای سیاست کمی فاصله میگیره و بیشتر به ادبیات و زبان فارسی میپردازه. توی این مدت یک ساله لقب معزز الملک رو هم از دربار دریافت میکنه. توی انتخابات دوره دوم مجلس تیمورتاش به عنوان جوانترین نماینده از حوزه انتخابیه نیشابور به مجلس راه پیدا میکنه. اون چهره جوان اما تاثیرگذاریه و تا نائب رئیسی مجلس هم پیش میره. دوره دوم که تموم میشه برمیگرده خراسان و با مساعدت شاهزاده حسین میرزا نیرالدوله که حاکم خراسان بزرگه به عنوان فرماندهی لشکر خراسان منصوب میشه و لقب سردار معظم رو دریافت میکنه. آذر ماه 1293 که مجلس سوم افتتاح میشه،
تیمورتاش به عنوان نماینده قوچان به اون ورود پیدا میکنه. سال 1294 شمسی یا همون 1914 میلادی با شروع جنگ جهانی اول و لشکرکشی روس‌ها به طرف تهران مجلس تعطیل میشه. احمدشاه قاجار ایرانو توی جنگ بی‌طرف اعلام کرده، اما معادلات خاورمیانه باعث شده که روس‌ها و انگلیس‌ها بیانو از شمال و جنوب ایرانو به دو شقه تحت نفوذ خودشون تقسیم کنه. توی سال 1918 یا همون 1297 شمسی و یک سال بعد از انقلاب روسیه، دولت بلشویکی شوروی تموم امتیازاتی که روسیه تزاری از ایران داشته رو ملغا اعلام میکنه و تصمیم به خروج از ایران داره. انگلیسی ها ولی میبینن که این بهترین فرصت تا میخ خودشونو توی این آب و خاک محکم بکوبن. اینه که میرن سراغ نخست وزیر وثوق‌الدوله تا از راه پرداخت رشوه های قابل توجه به اون و وزرای دارایی و امور خارجه‌اش امتیازات بزرگی در زمینه های مالی، نظامی و دیپلماتیک به دست بیارن. مذاکرات مخفیانه قرارداد 1919 شروع میشه بدون اینکه با مجلس در میونش بذارن و یا رأی‌گیری توی پارلمان براش انجام بشه. سیاستمدارهای ملی‌گرا علیه این مخفی‌کاری وارد عمل میشن و تیمورتاش هم به عنوان یکی از سیاستمدارهای اصلی مخالفت اولیه خودش رو با قرارداد 1919 اعلام میکنه. مخالفت در سطح پارلمان باعث تحکیم مخالفت‌های مردمی میشه و نهایتاً بریتانیا مجبور میشه که این قرارداد رو به کلی کنار بذاره. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودین، پس لایک و کامنت رو فراموش نکنید و بعد از سابسکرایب کردن جو پادکست همراه من بمونید تا ببینیم این کاراکتر پرقصه چطور تا روزهای پایانی قاجاریه پیش میره. سردار معظم توی سال 1298 با حفظ سمت توی کابینه وثوق‌الدوله به حکمرانی گیلان میرسه. میرزا کوچک خان جنگلی که قبلا توی جنبش مشروطیت و فتح تهران هم تاثیرگذار بوده، حالا توی این برهه توی گیلان جمهوری شورایی سوسیالیستی ایرانو با حمایت بلشویک‌های روس به راه انداخته و خودشو به عنوان رئیس جمهور معرفی کرده. اینو هم یادمون باشه که اکتبر سال 1917 یا همون 1296 شمسی خودمون، یعنی حدود 3 سال بعد از شروع جنگ جهانی اول، توی روسیه انقلاب شده و بلشویک‌ها و لنین قدرت رو به دست گرفتن. شمال ایران هم به شدت تحت تأثیر آراء مارکس و لنینه و به دلیل ضعف حکومت مرکزی از هر گوشه ایران ادعای جدایی طلبی به گوش میرسه. وثوق‌الدوله به عنوان نخست وزیر رضاخان سردار سپه و راهی گیلان میکنه و بعد از کلی بگیر و ببند نهضت جنگل رو از بین میبره. سردار معظم هم به عنوان حکمران گیلان قوانین حکومت نظامی رو اجرا میکنه و میده تعداد قابل توجهی از جدایی طلبهای نهضت جنگل رو آویزون کنن. سال 1299 انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای ملی انجام میشه و تیمورتاش که از گیلان فرا خونده شده به تهران، این بار به عنوان نماینده بیرجند و قاینات رأی میاره. اما همین جای کار یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران، یعنی کودتای سوم اسفند 1299 رقم میخوره. برای انگلیسی ها ثبات ایران به عنوان یک کشور یک پارچه خیلی مهمه و میخوان که سید ضیاءالدین طباطبایی که معتمدشونه قدرت سیاسی رو به دست بگیره. اما فرمانده قزاق آتریاد همدان، یعنی رضاخان میرپنج، به عنوان یه نظامی کارکشته که سابقه مبارزه با جنگلی ها رو هم توی کارنامش داشته، بهترین گزینه نظامی برای تثبیت قدرت سید ضیاء تا بتونه که بره و تهران رو فتح کنه. البته قراره که قاجارها در قدرت باقی بمونن. طبق آرشیو انگلیس سید ضیاء به قدرت که میرسه به تیمورتاش پیشنهاد میده تا توی کابینش باشه. اما تیمورتاش منتقد کودتاییه که انجام شده و همین باعث میشه برای مدت کوتاهی بیفته زندان و بعد هم به قم تبعید میشه.
توی ویدئوی رضاخان که براتون ساخته بودیم گفتم که سید ضیاء چطور روز به روز چهره انگلیسی خودشو بیشتر نشون میده و همین باعث میشه که رضاخان سردار سپه که قدرت زیادی بین سیاسیون پیدا کرده در عرض چند ماه نسخهشو بپیچه و از نخست وزیری بذاردش کنار. پیش از برکناری سید ضیاء، تیمورتاش بعد از گذروندن تبعید به تهران بر میگرده و برای 7 ماه دوباره توی مجلس مشغول به فعالیت میشه. اونجاست که با سید حسن مدرس و سید محمد تدین حزب بزرگ اصلاح طلبانو تشکیل میده و این وسط برای 8 ماه احمد قوام السلطنه میشه نخست وزیر. اما این پست به قوام هم وفا نمیکنه و مشیرالدوله یا همون حسن پیرنیا که نخست وزیر میشه، تیمورتاشو در بهمن ماه سال 1300 به عنوان وزیر دادگستری منصوب میکنه. اون تجربه‌ای در این زمینه نداره، اما مشیرالدوله خوب میدونه که حرف این آدم چقدر برش داره و تواناییش برای اصلاحات قضایی چقدر مثال زدنیه. خود مشیرالدوله هم پیش از این یه سری برنامه اصلاحی رو داشته و میخواد که سیستم قضایی فرانسه رو توی ایران عملی کنه. تیمورتاش هم براش این کار رو انجام میده و هرچی محکمه که بیرون وزارت عدلیه است رو تعطیل و قضات رو مجبور میکنه که برای حضور در دایره قضایی آزمون بدن. این مسائل به سرعت روحانیون رو که از حقوق و قضای بین الملل چیزی نمیدونن شاکی میکنه و نخست وزیر مجبور به برکناری وزیر خودش تیمورتاش میشه. قوام که به نخست وزیری برمیگرده، تیمورتاش میشه والی کرمان و خیلی بی سر و صدا تر از اون زمانی که توی گیلان بوده به کار خودش ادامه میده. از این دوره تا سال 1303 توی مجلس پنجم مشغول به فعالیت میشه تا اینکه رضاخان حدود 1 سال بعد اینکه به نخست وزیری میرسه، تیمورتاش رو برای وزارت فواید عامه فرا میخونه. اون توی این وزارت خونه یه کار خیلی بزرگ میکنه، یه کار کارستون. مالیات میبنده روی چای و شکر برای تأمین هزینه ساخت راه آهن سراسری ایران، همین راه آهن شمال به جنوبی که اسم رضا شاه روشه و 12 سال بعد از این به سرانجام میرسه. یه کار مهم دیگش هم توی همین دوره اینه که یه لایحه تنظیم میکنه تا امتیاز انحصاری فرانسه رو برای حفاری آثار باستانی لغو کنه، که البته این لایحه سال 1306 میره مجلس و به نتیجه میرسه. اون طی همین دوره همکاری هایی رو هم در زمینه فرهنگ و ادب با ملک و شعرهای بهار و سعید نفیسی در هیئت تحریریه دانشکده در باب مقالات و ترجمه ها داره. البته از نفوذ سیاسیش هم در این زمینه استفاده و حمایت های معنوی و بودجه های خوبی رو برای روشنفکرها جور میکنه. روشنفکرهایی مثل علامه قزوینی، احمد کسروی، ملک و شعرهای بهار و فرخی یزدی. تیمورتاش انجمن میراث ملی رو تأسیس میکنه که نقش بزرگی رو در اکتشافات باستانی، ساخت مقبره هایی برای قدردانی از شاعران بزرگ ایران زمین و همینطور موزه ها و کتابخانه ها داره. این پایان برنامه اول از این مجموعه 2 شماره‌ایه و امیدوارم که دلتون بخواد که با بقیه به اشتراک بذاریدش. با ژو پادکست تاریخ رو ببینیم و بشنویم.